Sponsored by Nimart Management Company. Christian, I am Muslim, I'm Jewish, I'm Baha'i, I'm Buddhist, I'm Zatushti, I'm black, I'm yellow, I'm red, I'm white, we are an act. با سلام به شما عزیزان بیننده، امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید لحظاتی شاد و دلی آرام داشته باشید. پریسا ساید هستم در غیبت آقای زیا آتابای در خدمت شما. انشالله که ایشون به زودی تشریف بیارن با دست پر و شما با ایشون در ارتباط باشید. داشتم به لوگوی برنامه تماشا میکردم و به صحبت‌های آقای زیا، من مسلمان هستم، من مسیحی هستم، من زرتشتی هستم، زرد هستم، سفید هستم، سیاه هستم و ما NITV هستیم. واقعا این واژه‌ها چه معانی داره؟ چه در حقیقت انگیزه هایی رو در ما میتونه بپرورونه؟ چه پیامدهایی داره؟ و دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان، تمام اینهایی که میلیون ها انسان در سراسر دنیا براش مبارزه میکنن، جان میدن، چالش میکنن تا بتونن که در حقیقت یک محیط امنی رو برای ارتباطات انسانی فراهم بکنن. در رابطه با جامعه خودمون در این زمان، در این برهه، بحث محوری در حقیقت بحث اپوزیسیون خارج از کشور هستش. در داخل هم که میدونیم مبارزات بسیاری پی در پی برای احقاق حقوق شهروندی در این 33 سال در حقیقت به وقوع پیوسته. اما امروز با در نظر گرفتن بمبستی که رژیم جمهوری اسلامی باهاش مواجه هستش و خطراتی که در حقیقت ابقای این رژیم میتونه در حقیقت اون رو دامن گستر بکنه و پیامدهاشو مردم ما، مردم ایران ما که زیر یوغ استبداد تاریخی 33 ساله به سر میبردند، در حقیقت اونها هزینهشون بدند، این هستش که بیش از هر زمان دیگری حساس این موقعیت تاریخی، این برهه تاریخی حساسه و بسیاری از ایران دوستان، آزادی خواهان در فکر چاره هستند، چاره اندیشی هستند، چه باید کرد در برابر رژیم جمهوری اسلامی که حاضر به امتیاز دادن نیست و همواره در حال کسب امتیاز هست برای بقا و در حقیقت بست قدرت خودش. در این زمینه هم بسیار صحبت کردیم بارها و بارها، مقالات بسیاری نوشته شده که چه باید کرد در برابر این رژیم. اپوزیسیون خارج از کشور در 33 سال گذشته همواره به دنبال راه حل و پیدایش یک راهکار عملی بوده، اما این اتفاق نیفتاده. چرا این اتفاق نیفتاده؟ این بحث محوری هست و چگونه است که امروز
با در حقیقت این رشد و تحول فکری و تغییر و تحولاتی که در دنیای در حقیقت اطراف ما در جهان به وقوع پیوسته، با این انبار اطلاعات، با این داده هایی که در حقیقت میتونه ما رو متحول بکنه، نظر فکری، نظر ذهنی، نظر برداشت ها، نظر اینکه چگونه ما میتونیم یک ارتباط متقابل سالم داشته باشیم. هوش عاطفی یعنی چی؟ هوش عاطفی کجا وامیسته؟ عقلانیت کجا وامیسته؟ منطق کجا وامیسته؟ نگرش ما نسبت به مسائل، تک ساختی بودنمون و یا مولتی دایمنشنال بودنمون، یعنی یک نگاه همسوی داشتن، مطالب رو در حقیقت یا رویدادها رو، پیامدها رو در یک کانتینیوم، در یک منحنی مورد ارزیابی قرار دادن، اینا کجا وامیسته؟ آیا یاد گرفتیم؟ آیا یاد گرفتیم که از اون در حقیقت نگرش تک ساختی دوران انقلاب، نگرش که حقانیت مال ما بود، حق در انحصار ما بود، در اون چارچوب و مکتب ایدئولوژی ما بود و ما بودیم در حقیقت ناجی نجات دهنده تمام معضلات و مشکلات جامعمون و دیگری رو قبول نداشتیم، دیگری رو به هیچ عنوان قبول نداشتیم، سیاست حسب و سیاست خصم. امروز دوست دارم در رابطه با در حقیقت این زبان خصم با شما به گفتگو بنشینم. در بخش دوم برنامه دوست نازنینم، همکار نازنینم آقای امید حبیبینیا، روزنامه نگار و روانشناس بالینی هم احتمال داره که به من بپیونده و شما هم اگه دوست داشته باشید که با ما در ارتباط باشید میتونید این ارتباط رو برقرار بکنید. اما چرا اپوزیسیون نتوانسته به همگرایی برسه؟ واقعا یکی از موارد بزرگ بازدارنده رو من در زبان خصم میبینم. البته موارد بازدارنده بسیاری داریم، از بعد فرهنگی داریم، سیاسی داریم، تاریخی داریم، اجتماعی داریم، ایدئولوژیک داریم، شخصیت، روان. این انسان موجود پیچیده‌ای هست در حقیقت، پر از رمز و راز، به قول چامسکی پر از معماها. اما به نظر من یکی از بزرگترین معضلاتی که اپوزیسیون نتونسته به اون همگرایی که در حقیقت بتوانن با هم یک نشست مشترک داشته باشن، زبان آشتی داشته باشن برسه، زبان خصم و گفتمان خصمان است. خشمی که درونی شده، خشمی که تاریخی است. ما اگر بخوایم اینو یه مقدار بشکافیم از بعد روانشناسی اجتماعی، باید برگردیم به در حقیقت اون روانشناسی فردی، یعنی ما از کجا آمدیم، از کدوم مناسبات برخواستیم، از کدوم فرهنگ برخواستیم. فرهنگ استبداد دستاوردهای خودش رو هم داره. فرهنگ استبداد یک مجموعه به هم پیوسته است، زنجیروار، که در بدبستانهای خودش بستری رو میسازه که در این بستر کودکی که به دنیا میاد، انسانی که در این بستر به دنیا میاد، در حقیقت میبایستی تابع اون باید و نبایدها و مرزبندیها باشه. در فرهنگ سرکوب خانواده ها تابع همون معیارهای فرهنگ سرکوب هستن. البته من قانون کلی نمیبندم، من به یک اقلیتی که در حقیقت توانسته روابط سالم، بدبستانهای سالم، زبان سالم رو در خانواده و در مناسباتش تمرین و تجربه بکنه رو زیر سوال نمیبرم. ما پیامدها رو میبینیم، در حقیقت تجربیات عینی و ذهنی رو ببینیم، کارکتر کلی رو اگه در نظر بگیریم و ببینیم که چرا ما مکرر این تجربیات رو انباشت میکنیم و تکرار میکنیم و نمیآموزیم. یعنی اون فرهنگ ترمیم رو یاد نگرفتیم. فرهنگ ترمیم چه هست؟ فرهنگ ترمیم این هستش که بپذیریم اگر اشتباهی کردیم، اگر تجربه‌ای رو به کجراه رفت، در حقیقت با اندوخته های ذهنی و عینی و با چشم‌انداز دیگری اون راه رو ادامه بدیم، تکرار نکنیم همون تجربه رو، تکرار نکنیم همون اشتباه رو. ولی وقتی تکرار میکنیم و در حقیقت اون تجربه رو نمیاندوزیم، اینجا سوال، یک question mark بزرگ مطرح میشه. برگردیم به این در حقیقت فرهنگ سرکوب در خانواده. وقتی خانواده در اون چارچوب هایارکی، در چارچوب سلسله مراتبی، طبق اون باید و نبایدها در حقیقت فضا رو برای یک توازن بین روابط انسان‌ها باز نمی‌کنه، توازنی که تو هم با حرمت و احترام متقابل، حق شناسی و حقوق شناسی هستش، توازنی که
بدون قضاوت هست، بدون زبان سرزنش هست، بدون زبان توهین هست، بدون زبان تحقیر هست. فرزندی که در این خانواده به دنیا میاد، اگر دوچاری به اشتباه شد، در حقیقت زبان قضاوت بر او حاکم نیست، به او برچسب های در حقیقت تحقیر آمیز زده نمیشه. اشتباه به عنوان یک جرم بزرگ در حقیقت انگاشته نمیشه. در فرهنگ ما بسیاری از داده های القایی که هنوز هم که الان دیگه امروز در حقیقت با حضور این چهارچوب سنتی جمهوری اسلامی و تزریق در حقیقت بنیان های نظری این جمهوری، این ولایی میخوام این رو تصحیح بکنم، من تلاش کردم که همواره بگم جمهوری اسلامی، نه، چون نه جمهوریست این حکومت و نه اسلامی، حکومت ولایی، حکومتی که در حقیقت دور محور یک تفکر خاص و کالتی در حقیقت پا برجاست. برگردم به اون اصول تربیتی. وقتی که موجودی در خانوادهی به دنیا میاد که این خانواده بر مبنای فرهنگ تحکم هست و بر مبنای داده های القایی هست و پیامد های اختیار، حق انتخاب و حق ابراز وجود توأم با مجازات هست، این ذهنیت ما در حقیقت بدونی که بخوایم یا در جایگاهی باشیم که بتونیم تصمیم بگیریم، یعنی کودک وقتی به دنیا میاد یک موجود متکی و وابسته به موجودات اولیه زندگیش، این موجودات اولیه زندگی در حقیقت به طور طبیعی خانواده او هستند. وقتی خانواده به او ارزش‌هایی رو القا میکنه که او میبایستی با سیاست یا با روانشناسی اطاعت پذیری دنبال بکنه این ارزش‌ها رو، هرگاه دچار خطا بشه، هرگاه دچار اشتباه بشه، در حقیقت مورد مجازات یا سرزنش قرار میگیره. اگر سرزنش بدنی نباشه، مجازات بدنی نباشه، بیشتر این خانواده‌ها، خانواده ما، خانواده‌های ایرانی از کلمات و برچسب‌های تحقیرآمیز استفاده می‌کنن. چند پیش یک ویدیو در تلویزیون می‌دیدم از آقای خاتمی در یک نشستی در دانشگاه تهران و این دانشجوها اعتراض می‌کردن و آقای خاتمی برگشت گفتش که ساکت باشین، ساکت باشین، نمی‌خواید آدم بشین. این زبان، زبان فرهنگ ماست. حیف نون، نمی‌خوای آدم بشی، نمی‌دونم حیوان، کلمات این گونه که به بچه داده میشه یا بی شعور یا نمی‌فهمی، سرت نمیشه. خود شما ایرانی ها که دارید این برنامه رو تماشا میکنید میدونید که انبار در حقیقت این واژه ها چگونه هستش. در اون زمان یک در حقیقت اتفاقی که میفته در سیستم عصبی و در سیستم روانی عاطفی این موجود این هستش که اون داده هایی که بهش داده میشه معناسازی میشه، یعنی چه در زمانی باشه که بتونه قادر به تصمیم گیری باشه، چه در زمانی باشه که در حقیقت در سنین پایین‌تر زندگی خودش، زیست خودش به سر میبره و میبایستی که دنبال رو باشه و اطاعت پذیر باشه. داده‌های اصلی اولیه زندگی انسان همون داده‌هایی است که در دوران اولیه زندگی بهش القا میشه، با تماس‌های کلامی، غیر کلامی، با در حقیقت انگاره‌ها، با نشانه‌ها، با صداها، با تجربیاتی رو که کودک به طور روزمره از زمان بعد به ورودش تجربه میکنه. اینها انباشت میشه، اینها انباشت میشه و در ضمیر ناخودآگاه، در اون نهانخانه ذهنش در حقیقت به صورت تصاویری به هم پیوسته در میاد که به او در دیکشنری ذهنش به او معنای بود و نمود خودش رو میده، یعنی کیستی و چیستی او، او که هست، چیست و از کجا آمده و چگونه زندگی رو معنا میکنه. این معناسازی اگر به صورتی باشه که کودک نسبت به خودش احساس خوبی نداشته باشه، تصویر منفی داشته باشه از وجود خودش، بچسب‌هایی که به او زده شده، امتیازاتی که به او داده شده، امتیازاتی که از او کسب شده و اون در حقیقت تصویری که از او ساخته شده، اگر تصویر درونی شده ای باشه که او احساس حقارت و احساس بیکفایتی و ناشایستی در مورد خودش بکنه، به طور ناخودآگاه ببخشید یک گسستی در درون این کودک به وجود میاد. در این حال هم یک خشمی به وجود میاد، چون خداوند همه ما رو آزاد، با احساسات آزاد و با اون موجودیت خودمون آفریده، اون احساسات هستیگرای ما، نیازهای هستیگرای یک انسان، بیش از هر چیز آزادی هستش، بیش از هر چیز رهایی هستش. وقتی
شما رو در یک زندان باید و نباید ها میکنن و به شما قانون هایی رو میدن که طبق اون قانون میبایستی که خودتون رو، هویت خودتون رو، در حقیقت موجودیت خودتون رو بر مبنای اون معنا بکنید، چیزی رو از شما میگیرن، چیزی رو از شما میگیرن، به قول نیچه اون نیازهای هستیگرای شما رو از شما میگیرن و شما رو در یک قالب میذارن. روح شما میره در یک زندانی، زندان بایدها و نبایدهایی که در حقیقت محدودیت‌هایی برای شما میاره که اون محدودیت‌ها سلامت نیست. صحبت از این نمی‌کنم که قانونمندی درست نیست، صحبت از این نمی‌کنم که مرزبندی‌های انسانی درست نیست، صحبت از این می‌کنم که قانونمندی‌ها و مرزبندی‌هایی که در حقیقت به شما احساس بی‌حرمتی میده، احساس حقارت میده، احساس میده که شما نمیتونید خواسته هاتون رو بیان بکنید، نمیتونید از درون در مورد نیازهاتون صحبت بکنید، در مورد احساساتون صحبت بکنید. اینها چیزهایی هستش که در فرهنگ سرکوب از خانواده شکل میگیره، از توی خانواده ابتدا شکل میگیره. خانواده هم خب در بدبستان اجتماعی از فرهنگ میگیره. اینها در حقیقت در یک رابطه متقابل سالم و ناسالم فرهنگ و اجتماع، خانواده عنصر تشکیل دهنده اجتماع است. توی این اجتماع هم تک تک همین آدم‌ها هستن که در خانواده‌ها ضربه میارن. پس بنابراین در خانواده وقتی که ما دنبال روی اون فرهنگ استبدادی هستیم، ذهنیتی که در اون موجودی که در اون خانواده بزرگ میشه شکل میگیره یک ذهنیت چند پاره و از هم گسیخته است. اون موجودی که من تصویرش رو دوست ندارم، اون موجودی که در نظرم منفی هستش، اون موجودی که صدایی که به من گفته، صدای مادر یا پدری که گفته که من در حقیقت بی‌کفایت هستم، خود منم دوست ندارم. نه تنها پدر مادر دوست نداره، نه تنها در حقیقت اطرافیان دوست ندارن، خود منم دوست ندارم. ناخودآگاه اون موجود میره عقب، اون من کاذب میاد جلو، اون نقاب در حقیقت دوست داشتنی من که در فانتزیم چه کسی باید باشم که مقبول باشم، مورد پذیرش باشم، چگونه میتونم مقبول باشم و مورد پذیرش باشم. این هم وهر و این مباحث بسیار گسترده‌ای هست، به سرعت ازش رد میشم که بگویم که چرا یکی از گرفتاری های فرهنگ سیاسی ما در حقیقت همین ذهنیت درونی شده تاریخی، فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی میتونه باشه. قانون کلی نمیبنده. اون منی که من ازش فرار میکنم یک من خشمگینه، یک منی هستش که احساساتش سرکوب شده توسط خانواده، توسط اجتماع، حالا این مراحل خاص خودش رو داره. اون منی هستش که احساس حقارت کرده در بُعد سیاسیش، خصم سیاسی، خصومت سیاسی. اون منی هستش که در حقیقت یک طبقه حاکمی حق و حقوق او رو ازش در حقیقت گرفتن، مورد اذیت و آزارش قرار دادن، تحقیرش کردن، حذفش کردن، فیزیکی، اندیشگی، موجودیت، به هر صورتی. و اون من نتوانسته در برابر ستم حاکم در حقیقت چیز رو تغییر بده. خشم، معنا و مفهوم خشم از یک بودش احساس درماندگی، احساس استیصال، احساس ناتوانی در برابر رویدادهایی که من نمیتونم تغییرش بدم، قادر به تغییرش نیستم. وقتی قادر به تغییرش نیستم، وقتی همواره مورد ظلم و ستم قرار میگیرم، البته این در لایه‌های بزرگتر از در حقیقت اون جریان خانواده است که من در حقیقت یک نقد می‌زدم به مسئله اجتماع، چون نمیتونیم همه رو به صورت جزئیاتش رو بریم توش، ولی برگردیم تو صحنه اجتماعی. وقتی من قادر نیستم که با استبداد حاکم مبارزه بکنم، وقتی احساس تنهایی میکنم، وقتی احساس درماندگی میکنم، یک رزنتمنت، یک خصومت، یک خشمی در من شکل میگیره که هر زمانی در هر جایی بی‌عدالتی رو، حالا ممکنه به ارتباط به استبداد حاکم هم نداشته باشه، ببینم و تجربه بکنم، اون انگاره ذهنی خشم، اون انگاره ذهنی بی‌عدالتی در حقیقت انباشت میشه و به جای اینکه من بخوام به دنبال راهکار و راه حلی برم، همواره به انتقام، به اینکه چگونه میتونم انتقام بگیرم، چگونه میتونم در حقیقت این محرکی رو که به من این احساسات تخریبی رو داره از میان بردارم. البته این بحثا چند لایه هستش. بحث خصومت تاریخی از بُعد روانشناسی میخوام برگردم روی احساسات منفی. به قول فروم میگه که انسان موجودی است که همواره بین این زاویه مرگ و تولد دو تا انرژی مختلف با هم در ارتباط و در حقیقت بدبستان، این انرژی با هم در ارتباط و بدبستان قرار میگیره.
هرچند انرژی حیات ما رو به افزایش بره، اون تاریکی های وجودمون کاهش پیدا میکنه و هرچند اون تاریکی های وجود رو به افزایش بره، انرژی حیات کاهش پیدا میکنه. بحث من از این نیستش که در برابر حکام مستبد نباید بیستیم و نباید مبارزه بکنیم، اما شیوه های مبارزه رو در حقیقت میخوام بهش اشاره داشته باشم. شیوه مبارزه ما، اگر شیوه مبارزه بر مبنای انتقام جویی باشه، یعنی اون خصم و زبان خصمانه بر مبنای انتقام جویی باشه، نسبت به اون تجربه اولیه زندگیمون که از اون پدیده درونی کردیم، دیگه تغییر و تحولات رو نمیبینیم. دیگه خودمون هم در حقیقت در رابطه با معناسازی این که چرا با او داریم در حال مبارزه هستیم رو به اون صورت روشن نمیتونیم ببینیم. یعنی زبانمون زبان خصمانه است و در حقیقت اون انرژی خصم و انرژی انتقامجویی در درونمون بست و گسترش پیدا کرده و هیچ تغییری هم حاضر نیستیم ببینیم. بخشی از وجودمون شده، مثل یک ویروسی که تو سیستم عصبیمون جا گرفته و کد ذهنیمون شده و حاضر نیستیم آشتی پذیر داشته باشیم. مثال زندهش انقلاب 57. انقلاب 57 یا دوران پهلوی، عده‌ای که مخالف سلطنت پهلوی ها بودند، یعنی حاکمیت اون زمان بودند، خب یک خواستهایی داشتند، یه مطالباتی داشتند، مخالف سانسور بودند، مخالف استبداد بودند و با آرمانها، آرزوها، امیدها آمدند در عرصه مبارزه و خواستند که یک تحولاتی در کشورشون به وجود بیاد، به دنبال دموکراسی، به دنبال آزادی، برقراری عدالت اجتماعی. این در حقیقت توی ذهن آگاه این گروه های مختلف بود. اما آنچه به وقوع پیوست، اون ضمیر ناخودآگاه و خواسته های ناخودآگاهی و نیاز های ناخودآگاهی و در حقیقت اون فانتزی هایی بودش که رو نبود و بعدها ما دیدیم که در حقیقت چگونه رو شد. گرایش به سمت در حقیقت پدیده‌ای که ترمیم پذیر نبود، که اون هم میتونه بر اثر عدم بلوغ عقلانی، بلوغ عاطفی یعنی هوشمندی سیاسی، emotional intelligent یعنی هوش عاطفی و تجربیاتی بوده که خب همش میگیم به خاطر این بودش که فرهنگ استبداد، سانسور یعنی فضایی نبود که انسان‌ها بتونن رشد بکنن و اونم جای بحث خودش رو داره، بخشن ممکنه درست باشه و یا نه. بحث من این هستش که در اون زمان وقتی این انقلاب شد چه اتفاقی افتاد؟ خب یه سری افراد بودن که طرفدار اون رژیم بودن، یه سری افراد مخالف اون رژیم بودن. اینها اومدن و خواستن دگرگونی به وجود بیاد. بعد از این دگرگونی هیچ کدام از اینها به آن چیزی که می‌خواستن نرسیدند. یه عده اومدن، حکومت رو گرفتن، غصب کردن، شروع کردن به تبلیغات خودشون و همه این فرزندان انقلاب رو در حقیقت زیر چکمه گرفتند و اعدام و شکنجه. بس من از رزنتمنت، خشونت و خشمه. این خشمی که به وجود میاد در برابر سرخوردگیه. سرخوردگی و سرکوب شدن نیازها و آرمانها و آرزوها، امیدها. اینجا جامعه دچار گسست میشه. گسست بسیار بسیار در حقیقت شاخصی میشه. بین چپ، راست، ملی، دینگرا، مشروطه خواه، همه اینها با یک بحران جبران ناپذیری روبرو میشن و در حقیقت اعتمادشون رو از دست میدن. تمام آرمانهاشون میشکنه، هویت خودشون چند پاره میشه، نسبت به همدیگه در حقیقت دچار خشم میشن. اون مشروطه خواهی که در محیط امن خودش زندگی میکرده، راحت بوده، گرفتاری با سیاست نداشته، زندگیشو میکرده، درآمدشو داشته، نسبت به اون چپی که به نظر خودش که سبب سازی در حقیقت انقلاب بوده، دچار خشم و کینه میشه. اون چپی که در حقیقت آمده با امید و آرزو خواسته که فرزند آزادی و دموکراسی رو در حقیقت به ارمغان جامعش بیاره، نسبت به دوستش، یارش، یاورش یا نسبت به کسی که بهش ایمان آورده و بهش خیانت کرده، پشت کرده، سرخورده میشه. سرخوردگی باز هم سبب ساز خشمه. مجاهدش به همچنین، نمیدونم سلطنت طلبش به همچنین. این گروه ها نسبت به همدیگه و نسبت به فضایی که خودشون به وجود آوردن، در حقیقت با یک بحران و فروپاشی ذهنی عاطفی، سیاسیش کار ندارن، بحران و فروپاشی ذهنی عاطفی هویتی رو برون میشن. اینا هر کدوم برای خودشون هویتی داشتن، مارکسیست، نمیدونم لنینیست، چپ، راست، سوسیالیست، مجاهد، اینا همه در حقیقت از محتوا
به یک بازنگری و در حقیقت به یک نقد مجدد میبایستی میرسن، برای اینکه همه چی از میان رفت. میریم برمیگردیم و ادامه میدیم به این بحث. مرسی. من زنم همان که شما به جرم عشق ورزیدن سنگسارش میکنید، اما خود در خلوت به حریم همه دست درازی میکنید. من زنم همان که به جرم اندیشیدن ناقص العقلش میخوانید، اما در نهان افسوس میخورید که نمیتوانید مثل من بیاندیشید. من زنم همان که به جرم ظریف بودنم مرا ضعیف مینامید، اما در نهایتتان از قدرت جذابیتم در شگفت میمانید. من زنم همان که طبیعت بودنم شما را به لرزه می اندازد، همان که طبیعت بودنم شما را به لرزه می اندازد. نسوزون این آموزمون، نسوزون این خونه رو، نزن آتیش نکن بمیرون، نسوزون این خونه رو، نسوزون این آموزمون، نسوزون زن و مرد خسته و غمگین، زمین ها از خونا رنگین، تو هنوز تشنه خونی به خیاله که میمونی. نسوزون این آموزمون، نسوزون بی دین و ایمون، نسوزون. خدایی که تو با اسم نبیش همه ملت رو به زلت میبری، ای سیاه کاری که با خون همه وضو میگیری و لذت میبری، میهن ما رو نسوزون، این تن ما رو نسوزون. نسوزون این خونه رو، نزن آتیش نکن بمیرون، نسوزون این لونه رو، نسوزون این آموزمون، نسوزون بی دین و ایمون، نسوزون.
خسته و غمگی، زمین ها از خون آرمگین، تو هنوز تشنه خونی، به خیالت که میمونی. نسوزون نسوزون ای مسلمون، نسوزون بی دین و ایمون، نسوزون. به خدایی که تو با اسم نبیش همه ملت رو به ذلت میبری، ای سیاه کاری که با خون همه وضو میگیری و لذت میبری، میهن ما رو نسوزون، این تن ما رو نسوزون، ای نامسلمون نسوزون، می بینوی مون. سلام مجدد. داشتیم میگفتیم که وقتی در حقیقت ذهن در برابر یک پدیده یا رویدادی قرار میگیره بهش معنایی میده، یعنی هر رویدادی که اتفاق میفته در تجربیات زیستی ما بی تفاوت ازش عبور نمی کنیم، حتی اگر که آگاهانه به این در حقیقت روند اعتنایی نداشته باشیم، زمین ناخودآگاه ما به طور کلی احساساتمون یک در حقیقت فیلمی، یک عکسی، یک تصویری از این اتفاق در ذهنمون ضبط میکنه، درست مثل همون دوربین عکاسی، و ذهن ما در ارتباط با این پدیده یه معنایی میسازه. بعد از این معناسازی حسی به ما دست میده، و اگر این در حقیقت اتفاق تکرار بشه به صورت یک تجربه در میاد و در حقیقت در رفتار ما هم تأثیر میذاره. پس بنابراین وقتی که ما در مناسبات خانوادگی یک معنای از موجودیت خودمون میسازیم و این معناسازی در ذهنمون در دوران رشدمون تقویت میشه با همون رفتار و با همون تکرار، بدون که ترمیم بشه چه از سوی خانواده چه از در حقیقت مناسبات دنیای اطرافمون، این باور به بیمقداری خودمون در ذهنمون جا میگیره، شکل میگیره، میره اون ته و خودمون هم خودمونو دوست نداریم، یعنی تصویر منفی از خودمون پیدا میکنیم. برای اینکه این تصویر رو دوست نداریم میایم و در حقیقت یه فرد دیگه ای رو که بهش میگن در حقیقت خود کاذب اون رو به نمایش میذاریم در برابر اجتماع، در برابر مناسباتمون، و تنها کسی که میتونه که اون تصویر حقیقی خودمون رو ببینه اون موجودی هستش که باش احساس امنیت کامل میکنه. در خانواده بعضی وقت بین فرزند دو پارتنر گرفتاری هایی که به وجود میاد اونجا هستش که این دو پارتنر با هم احساس امنیت میکنن، یا بین همین به حقیقت خویشاوندان نزدیک، اما تلاش میکنیم که در محیط اجتماعی اون نقاب رو بگذاریم، نقاب در حقیقت مقبولیت و نقابی که جامعه میپسنده، نقاب مردم پسند اجتماعی رو. متاسفانه در فرهنگ سرکوب یکی از آرزه های در حقیقت بسیار مخرب این فرهنگ همین از خود گسیختگی و گسست درونه. این از خود گسیختگی و گسست درون در حقیقت بلاهای بسیاری به سر ما میاره، واقعا بسیار ویرانگر هستش، چون به جای اینکه اون انرژی روانی و به جای اینکه اون انرژی حیات رو که فروم در موردش صحبت میکنه
در حقیقت صرف آفرینش های فکری بکنیم، این انرژی در حقیقت از دست میره و این آفرینش ها هم به طرف میرایی سوق پیدا میکنه. اون خود کاذب خودی هستش که یا باید تابع اون فضای حاکم برای کسب امتیاز باشه، از خودش جدا بشه، از نیازهاش جدا بشه. خیلی از زنا رو ما میبینیم در میان جنبش زنان، ما خیلی از زنا رو میبینیم که فرزن به خدمت رژیم در اومدن. اینها کسانی هستن که به خاطر زن بودنشون، به هر حال فرق نمیکنه انسان بودنشون، اینها هم نیازهای هستیگرای خودشون رو دارن، اینها هم نیاز به آزادی دارن، نیاز به مناسبات انسانی دارن، نیاز به، اما در بسته در اختیار رژیم، اون سربازای نگهبان رژیم در اومدند. اینها هم در حقیقت ناخودآگاه آگاه یک امتیازاتی کسب میکنن به خاطر پرورش در خانواده مذهبی سنتی. معناسازی ذهنشون در حقیقت چیزهاییست که زن ارزشمند بودن، زن مقبول بودن رو در اون قالب سنتی معنا میکنن و در خدمت در حقیقت این رژیم سرکوبگر. اما اینها هم تضاد درون خودشون دارن. وقتی یه زن آزاد رو میبینن، وقتی یه زن مستقل رو میبینن، وقتی یه زن رو میبینن که با قامت بلند در برابر حقوقش قد علم میکنه، چون در درون هستیگراشون اون نیاز رو با اون همانندی میکنن، اما تحت اون ستاره قرار میگیرن. به هر حال این خود کاذب در حقیقت بلاهای بسیاری به سر ما میاره. حالا من نقد میزنم به اینجا که این خشم انباه شده درونی چه بلایی میتونه در عرصه اجتماع و در عرصه مطالبات ما، چه در عرصه خانوادگی اجتماعی، چه در عرصه سیاسی به سر ما بیاره. وقتی سرکوب میشیم در خانواده، یاد نمیگیریم فکر بکنیم، به ما میگن چی درست است و چی غلط است، چه باید انجام بشود چه باید انجام نشود، و شما با یک اطاعت کورکورانه میبایستی انجام بدی. اگرم اعتراض بکنید که با چالش ها و در حقیقت کشمکش های عاطفی روانی با خانواده یا با در حقیقت کسانی که دوستشون دارید یا خویشاوندانتون یا اجتماع یا به هر حال هر جایی که در تجربیات زیستیتون میبایستی که اون بدبستان رو داشته باشید، به هر حال اگر بر مبنای باید و نباید ها باشه و شما اعتراض بکنید، اون کشمکش ها رو اینقدر با تجربه بکنید. بعضیا میگن نمیخوایم اصلا کشمکش، هم نمیخوایم، یه زندگی عافیت اندیشیم، یه زندگی سلامت و سلامت که چه عرض کنم، یه زندگی راحت رو میخوایم و در حقیقت تا اونجا که بتونیم خودمون رو حفظ بکنیم و تابع این جریان بشیم بهش میگن کانفرمیتی، کانفرم میکنیم، حداقل تو حلقه خودی ها هستیم و پرت نمیشیم. اما زمانی که برگردم به همون خشم فروبلعیده، زمانی که ما نتونیم این خشم فروبلعیده رو حل بکنیم، زمانی که میبایستی باید تابع باید و نباید ها باشیم، یاد نمیگیریم فکر بکنیم، یاد نمیگیریم بیاندیشیم، یاد نمیگیریم در برابر موانع خودمون بنشینیم و راه حل پیدا بکنیم با خلاقیت. دنبال رو میشیم، یعنی این فرهنگ دنبال روی در ما تثبیت میشه، فرهنگ کپی برداری، فرهنگ تقلب، فرهنگ الگو برداری، اون تفکر قائم به ذات که میبایستی در حقیقت یک تفکر خودانگیخته و خودجوش باشه، بر اثر تجربیات زندگی در ما متولد نمیشه. من اشاره کردم که دوست نازنینم، همکار خوب من، آقای امید حبیبینیا، که ایشون هم روزنامه‌نگار و هم پژوهشگر و در این حال نقاد و همین که روانشناس بالینی هستن، به من پیوستن. امید جان خیلی خوش آمدین. امید جان سلام کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. قربانت، مرسی، خیلی ممنون. ما بحث رو اینگونه شروع کردیم که در حقیقت یه دوری زدم من به لایه‌های مختلف خشم و خصومت و رشد شخصیت و خود واقعی و خود کاذب و اینکه چگونه واقعا ما در فرهنگ سرکوب، فرهنگ سرکوب یه مجموعه خاص خودش رو داره، خانواده، اجتماع، سیاست و لایه‌های مختلف که خودت میدونی، از بعد روانشناسی این خشم فروبلعیده چگونه ماندگار میشه، چگونه تاریخی میشه و چگونه میتونه در حقیقت تجلی خودش رو در بدبستانهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ما نشان بده و این فانتزی انتقامجویی چه شکلی در ذهن ما شکل میگیره و وقتی که شکل گرفت، از همون ابتدا که شکل گرفت، وقتی درونی بشه،
و مثل یک ویروس در سیستم عصبی ما بمانه دیگه تغییر رو در حقیقت ترمیمش یه ذره دشوار میشه. میخوای خودت در نظر از نظر همون از نظر بالینی در بود اپوزیسیون ما اون در حقیقت زبان خصمانه رو، اون خشم تاریخی رو که خیلی ها امروز در موردش صحبت میکنند و خودت هم نظرت در این زمینه بگی، تو چگونه میبینی؟ بله، بحثی که اینجا مطرح به نظر من شاید بشه از اینجا شروع کرد که از شاید تحقیقات خیلی زیادی انجام نشده در مورد روانشناسی سیاسی و یا روانشناسی اجتماعی معطوف به نهاد قدرت در جامعه در ایران. خب روانشناسی بالینی و روانشناسی اجتماعی در ایران یک علم جدیدی هست و به هر حال یه مقداری هم مانع‌هایی بوده برای انجام اینجور تحقیقات. ولی به هر حال چیزهایی که گفته شده یا نظریاتی که وجود داره در مورد این قضیه این هستش که نهاد قدرت در جامعه از ایران باستان گرفته تا به غیر از یک دوره هایی که زن سالاری در وجود داشته به خصوص در آینه میترائیس یا دیگران، میگم چه دوره های خوبی بوده امید خان. بله و اون دوره های خوان دوره هایی بوده که جنگ و اینها نبوده. آره. یعنی قدرت میگه. قدرت زنانه، ببین چه فرقی میکنه بین یه ذره میخوام بذاری کژوال با هم حرف بزنیم، قدرت زنانه ببین تفاوتش رو با قدرت مردانه. قدرت زنانه در حقیقت با عطوفت و مهربانی و همدلی و همحسی نسبت به مناسبات زندگی و انسانی اعمال میکنه، ولی قدرت مردانه با تحکم و زور و قلدری و سلطه طلبی. چطوره؟ این اتفاقا یکی از چیزهایی که فمینیست‌ها روش انگشت میذارن، میگن تا زمانی که در واقع قدرت نهادی وابسته به مردانگی محسوب میشه جنگ و تجاوز و خشونت وجود داره. بل. در حالی که در تاریخ کمتر، حالا بغیر از مواردی مثل مارگارت تاچر یا دیگران یا در اسرائیل، مارگارت تاچر کمتر مشاهده رهبران زن بودیم که بل. آغازگر جنگ بودن. امید جان، مارگارت تاچر در حقیقت در اون روح مادینه خودش در حقیقت عمل نمیکرد. مارگارت تاچر در یک روح نرینه عمل میکرد، یعنی در قامت یک ویژگی های مردانه اونجا حاضر شده بود، در یعنی فیزیکش زن بود ولی منتالیتیش، ذهنیتش و عملکردش، جهانبینیش همه مردانه بود. درسته؟ این بحثایی که اتفاقا در مورد مارگارت تاچر اخیرا اتفاقا چند تا مقاله در اومده بحثای جالبیه که میشه، ولی به هر حال من میخواستم این از اینجا شروع بکنم که این به غیر از یه دوره هایی و به غیر از آینه میترائیسم که یک کیش قلم کیش در واقع باستانی ایران زمین بوده، در تمام دوران تاریخی نهاد قدرت نهاد مردسالارانه بوده. در دوران هخامنشیان، در خود آینه زرتشتی، در سایر در واقع طبقاتی سلسله مرتبه بوده و این در واقع حالت اینجوری هم داشته. بنابراین بحثی که مطرح است از نظر روانشناسی سیاسی و روانشناسی اجتماعی این هستش که به دلیل اینکه نهاد قدرت اساسا یک نهاد مردانه بوده و وقتی ما داریم نهاد قدرت رو میگیم منظورم از کوچکترین جزء جامعه هست، یعنی خانواده، تا مدرسه، تا ارکان اقتصادی جامعه، تا نهاد دولت و حکومت. چون این نهاد نهادی بوده که از ابتدا نهادی وابسته به مردانه و قدرت در واقع پدر سالاری بوده و در واقع یک حالت دیکتاتوری یا تحکم یا در واقع کنترل خانوادگی، کنترل اجتماعی وجود داشته، باعث شده که این فرهنگ در واقع دیکتاتوری تا یه حد زیادی توی جامعه ما جا بیفته. حالا به هر حال این بستگی به در واقع رویکردهای افراد و رویکردهای در واقع خانواده هم داره. در برخی از خانواده ها اتفاقا تحکم و دیکتاتوری باعث میشه که در واقع فرزندان در واقع طغیان بکنن. حالا اون چیزایی که تو روانکاوی به عنوان عقده اودیپی یا چیزای دیگه مطرح هست اونها اینجا کاربرد پیدا میکنن. اتفاقا اگر شما نگاه بکنید در بسیاری از خانواده های
روحانیون فرزندانشون در واقع کمونیست و چپ بودن. نمونه‌هاش زیاد داشتیم، مثلا چند تا کتاب هم در این زمینه منتشر شده. یا خانواده های ارتشی ها، یا خانواده های ساواکی ها، یا خانواده های به هر حال کسانی که به نهادهای قدرت وابسته بودن، نهادهای امنیتی قدرت، نهادهای در واقع نظامی قدرت، نهادهای حکومتی قدرت، اینجور بوده. ولی این عمومیت نداشته، همه اینجوری نبودن، همه از یک نظم و نظام رایجی برای اینکه مجبور بودن تعامل بکنن با جامعه استفاده میکردن یا نرم های اون را رعایت میکردن که این نرم های اجتماعی بوده. در طول 5000 سال در واقع شکل گرفته این نرم ها و خیلی سختی که شما بخواید که اینا عوض بکنید. به همین دلیل این بخش در واقع نه تنها شامل حکومت میشه، بلکه شامل اپوزیسیون هم میشه. یعنی این نهاد قدرت که در واقع سوپر ایگو این افراد ظاهر میشه، یعنی خودشون رو به عنوان جایگزین رئیس خانواده، به عنوان پدر که معمولا پدر هست میبینن و سعی میکنن که کنترل بکنن. اتفاقا در این زمینه بررسی های زیادی شده در غرب در مورد روانشناسی هیتلر، در مورد روانشناسی حتی جورج بوش شده که اتفاقا یکی از مقاله رو خودم ترجمه کردم چند سال پیش. این بحث مطرحه که در واقع اینها سعی میکنن که از طریق کنترل خشن، یعنی بعضی جاها هست که کنترل به حال بر اساس نرم های جامعه است، بعضی در جاهای دیگه در واقع این کنترل خشن، یعنی با استفاده از زور دارن این کارو میکنن. این در واقع حاکمیت و قدرت خودشون را اول برای خودشون، در واقع برای ایگوی خودشون به اثبات برسونن که در واقع نقش رهبری برای خودشون، بعد در اون گروه خودشون، گروه اجتماعی خودشون یا گروه اپوزیسیون خودشون، و بعد چه برسه به نهاد قدرت. بنابراین شما میبینید که این ویژگی در حکومت شاهنشاهی هست، در حکومت جمهوری اسلامی هست، در بخش های بسیاری از یکی دو دهه ابتدای بعد از انقلاب در بخش های زیادی از اپوزیسیون هم وجود داشته، که هر گروهی رفت برای خودش در واقع جبهه‌ای رو تشکیل داد و گفت منم که در میدان مبارزه هستم و سعی کرد بقیه رو زیر چتر خودش بگیره به جای اینکه فکر کنن که باید تعامل پیدا کنن. بعد برخورد خشنی که در واقع با اعضا و منتقدان شد، این یه بخشی از اینه که خب خیلی‌ها میگن که این در واقع دیکتاتوری نهادینه شده در جامعه. خب منم همین اتفاقا قبل از اینکه بیای توضیحاتی این چنین دادم، فرمول کنم بحثی که تو کردی این هستش که این نیاز ناخودآگاهی ما برای کسب قدرت و جابجایی قدرت در حقیقت بلند میشه یا برخواسته از اون نیازهای سرکوب شده یا دوران زندگیمون در مناسبات خانواده و اجتماع، زمانی بوده که وابسته بودیم، زمانی بوده که در حقیقت قدرت اعتراض نداشتیم، یا اگر هم قدرت اعتراض داشتیم همون گونه که تو گفتی به عنوان یک فرزند شخصیت شورشگر یا طغیانگر یا یاغی به قول خود همین دوستان ما در فرهنگ ایران یاغی شد، این جواب داد، این سرکشی کرد، این فرزند خوبی نیست، این اطاعت پذیر نبود، به هر حال تمام اینها با کشمکش های در حقیقت درونی و با جدایی هایی که انتظارشو نداریم، با طرد شدن ها، از حلقه خودی بیرون افتادن ها در حقیقت روبرو هستیم. اما برگردم، چرا این نیاز قدرت و جابجایی در ما هستش؟ یعنی فانتزی قدرت، این مسئله خیلی مهم است که اشاره کردی، خشم فروبل ایده، نیازهای سرکوب شده در حقیقت دوران کودکی ما و یا حتی دوران بلوغ ما در اثر مناسباتی که ما قدرت ابراز وجود نداریم، در جایگاهی قرار گرفتیم که احساس فرودستی میکنیم، پس بنابراین یک فانتزی در ذهن ما شکل میگیره و یک خشم این هستش که چرا من نباید اونجایی باشم که هستم، چرا نیازهای من سرکوب میشه، چرا قدرت تغییر رو این رو ندارم، فانتزی انتقام و فانتزی این که اون قدرت بالا دست رو بتونم از میان بردارم و در حقیقت خودم بنشینم اونجا. به عبارت دیگر بسیاری از اپوزیسیون ما مبارزات دموکراسی خواهی اون که ظاهرا در کلام برای دموکراسی و برای عدالت اجتماعی مطرح میشه، در ناخودآگاهش میخواد که اون حکومت از بین بره ولی خودش قدرت رو به دست بگیره. یعنی
اون چیزی که در درون به دنبالش هستش کسب قدرتی. ادامه میتونی بدی امید جان در این زمینه؟ خواستم فرمولش رو کنم. این موضوع خیلی حائز اهمیت هست از این دیدگاه که شاید توی این یکی دو دهه بعد از انقلاب خیلی نمود پیدا کرد. یعنی بحثی که مطرح بود در اپوزیسیون این بود که چگونه قدرت سیاسی تصرف بشه. موضوع این که این تصرف قدرت آیا از طریق دموکراتیک میتونه باشه یا اینکه چه نهادهای دیگری به غیر از همون سازمان یا همون گروه یا همون جبهه باید در این امر مشارکت بکنن. یعنی مشارکت همگانی و نهادهای دموکراتیک در این قضیه چقدر. این بستگی داره به این قضیه که چقدر تعریف از نوع قدرت میتونه متفاوت باشه، بستگی به اینکه در چه جامعه بزرگ شده فرد و مناسبات اجتماعی که داشته چی بوده. و موضوع دیگه این که داوری و پیشنویس های ذهنیش در مورد وقایع عینی و گروه های دیگه چگونه میتونه باشه. کسانی که به موضوع قدرت از دریچه مطلق نگاه میکنن در واقع یک دید خیر و شری دارن، در واقع سیاه و سفید، افرادی که دقیقاً یعنی افرادی که با اونا همراه هستن خب در گروه خودیشون محسوب میشن، افرادی که مخالف اونا هستن در گروه دشمنان محسوب میشن. بنابراین هیچ کسی در این میانه نیست، یا این طرف یا اون طرف. شما در گفتمان جمهوری اسلامی و هم از هر دو جناح، هم اصلاح طلب هم اقتدارگرا، در گفتمان جمهوری اسلامی اینو به وضوح و به کرات میبینید. در گفتمان خامنه ای و خمینی اگر دقت کنید اینو به وضوح میبینید، یا با ما هستید یا اگر نیستید جزو دشمنان هستید. یعنی کسی حق نداره که در میانه باشه. این در مورد اپوزیسیون هم تا حدی بی‌انصافیه اگه بگیم که صادق، تا حدی صادق بود. الان من تصور میکنم که تو این 10 سال اخیر خیلی از معادلات فرق کرده و یا اپوزیسیون دیگه ای داریم، بخاطر اینکه نسل جدیدی وارد صحنه کارزار شده. این بحث زیر سوال میره امید ها، این بحث خیلی زیر سوال میره. اگر در رابطه با نسل جدید میگی باید موافقم، ولی اگر در رابطه با اپوزیسیون دیروز داری میگی باور کن هنوز هم همچنان مسئله خودی و غیر خودی در حقیقت تمرین و تجربه که تو اروپا و این در گروه های سنتی اپوزیسیون ممکنه وجود داشته باشه، ولی حتی در مورد همون گروه های سنتی هم در واقع الان به نظر میرسه که کسانی که سعی کردن خودشون رو با در واقع تحولات جهانی، خب شما ببینید خیلی معادلات فرق کرده. در 15 سال گذشته ما بلوک شرق رو داشتیم، بلوک غرب رو داشتیم، در واقع جهان به دو دسته قطبندی شده بود. اساسا همه چیز یک جوری هم سیاه و سفید بود در اون دوران. این در واقع از بین رفته. شما در 15 سال اخیر شاهد این هستید که نگره های پست مدرن در واقع یه جورای خودشون نفوذ پیدا دادن، حتی در تئوری های چپ، در تئوری چپ که در واقع بیشتر، حتی در تئوری های لیبرال. خیلی در واقع جهان ارتباطات یه شکل دیگه پیدا کرده، اینترنت، رسانه های دیجیتال، تعاملاتی که بین شبکه های اجتماعی در فیسبوک، در توییتر، در جاهای مختلف، این تعاملاتی که وجود داشته اون دیواره های ذهنی و پیشنویس های قراردادی رو از بین برده تا حد زیادی. یعنی من وقتی نگاه میکنم با اپوزیسیون فعلی به غیر از یکی دوتا گروه خیلی سنتی و در واقع که به نظر میرسه که در دههای 30-40 خورشیدی هنوز هم چپن به سر میبرن، در بقیه وقتی در نگاه میکنم به اعضای جوانشون، حداقل در گفتمانی که گفتمان رسمشون هست، من از این که در دلشون چی میگذره که خبر ندارم، ولی در گفتمان رسمیشون به نظر میرسه که تکثرگرایی، پلورالیسم، در واقع صدای مخالف را شنیدن، اینها وجود داره. این چیزهایی بود که در 15 سال گذشته کمتر ممکنه به گوش برسه، یا اینکه خیلی در واقع چیزای زیر ساختای طوری که قوی نداشت. الان شما میبینید در رادیکال ترین سازمان های چپ بحثای در واقع دموکراتیک انجام میشه، در گروه های حتی راست، در گروه های لیبرال، در گروه های میانه بحثای در واقع گفتمان های حاکی از تعامل اجتماعی مطرح میشه. اینا همه به خاطر شرایط که فرق کرده در 10-15 سال اخیر. ولی اون چیزی که مهمه در این قضیه در واقع این بود که وقتی شما از یک در واقع پیشنویس های ذهنی استفاده میکنید، بحثی که در واقع هربرت مارکوزه در مورد مفهوم قدرت و
تقابل نسل جدید، نسلی که شورش میکنه علیه نظم کهن و نظم نوین میخواد ایجاد بکنه، و بعدش به دنبال اون متفکرانی مثل پل سویزی در واقع میان در مقابل نظم نوین جهانی بی نظمی نوین جهانی رو میذارن، که اتفاقا ما وقتی داریم نگاه میکنیم به رخدات های در واقع دکترین ریگان وقتی که اومد گفت نظم نوین حالا ما میخواییم داشته باشیم، در واقع بی نظمی نوین به وجود اومده. اجازه بده بریم یه ترانه گوش بکنیم، برگردیم بعد این بحث رو ادامه میکنیم، چند تا سوال و پرسش و پاسخ باشه. حتما. شکسته دل ای آشه ای گل پر پر شقای روزگارت رنگ ظلمت عمر تو گم در دقای ای تو ناجی ای تو تنسوز ای کلام نسل امروز سینه اچاک قلب تو پاک راه تو پاینده پیروز حرف نامردان حاکم ظلم و استبداد تا کی خون و شمشیر در سمکتر خاموش بنشستن تا کی حرف نامردان حاکم ظلم و استبداد تا کی خون و شمشیر در سمکتر خاموش بنشستن تا کی سلام و خوش آمد مجدد به شما دوستان عزیز و به امید حبیبینیا همکار خوب و نازنینمون در سوئد، روزنامه‌نگار و روانشناس بالینی. امروز در رابطه با در حقیقت ذهنیت صحبت میکنیم، ذهنیت اپوزیسیون، به خصوص در رابطه با اپوزیسیون دیروز. امید حبیبینیا، قبل از اینکه بریم به پیام های یا به این ویدیو تماشا بکنیم، صحبت از
در حقیقت تحول و تغییر در ذهنیت اپوزیسیون خارج از کشور میکنه و من اینجا این رو در حقیقت همونطور که خود امید گفت ما در ذهن انسان‌ها نیستیم که ببینیم این تغییرات و تحولات بحث در رابطه با کثرت‌گرایی، پلورالیسم، تحمل دیگراندیش آیا درونی شده یا نه. ولی یک شاخصه هستش امید جان که من در حقیقت با اون ارزیابی میکنم و اون پیامدهای عملیش است. یعنی بحث و گفتگو در ارتباط با پلورالیسم، کثرت‌گرایی تازگی نداره. الان ما سال هاست که در این ارتباط بحث میکنیم. روشنفکران ما در مقالاتشون، در مصاحبه هاشون، در سمینارهاشون، در گرد همایی ها و جلساتشون، چه کنشگران سیاسی و غیره، در ارتباط با ضرورت کثرت‌گرایی، در ارتباط با پلورالیسم، در ارتباط با دموکراسی و این سالهای اخیر هم در دهه اخیر در ارتباط با حقوق بشر به کرات صحبت کرده. این چیز تازه نیست. اما من باور ندارم که دچار اون تحول ماهوی شده باشن. یعنی من باور ندارم که بنیانهای نظری مدرنیته و بنیانهای در حقیقت واقعی اون کثرت‌گرایی و پلورالیسم در ذهنیت روشنفکران ما نهادی شده. چرا باور ندارم؟ به علت اینکه در عرصه عمل و در میدان عمل هنوز ما اون گفتمان خصمانه رو داریم، هنوز اون زبان خشم رو داریم، هنوز اون سیاست حذف رو داریم، هنوز اون فرهنگ در حقیقت قضاوت رو داریم. البته همونجور که به خوبی اشاره کردی، نسل جوان ما من فکر میکنم در یک کاتگوری دیگه است. البته نسل جوان هم میتونه آرزه های فرهنگ استبداد رو داشته باشه، نمیگیم تافته جدا بافته است، ولی بسیار متحول تر از اپوزیسیون سالمند دیروز با افکار در حقیقت ذهنی دیروز هستش. این یکی. در رابطه با خودی و غیر خودی در جمهوری اسلامی گفتی که خب این فرهنگ خودی و غیر خودی در حقیقت در جمهوری اسلامی برای همه از همون زمان اول برقراری جمهوری اسلامی بود. اعتقاد به آیت الله خمینی، اعتقاد به جمهوری اسلامی و به ولایت فقیه. هر کسی به این سه عامل اعتقاد بیاره خودیه، حالا میتونه طرف حتی مسلمان هم نباشه. هر کسی که اعتقاد نیاره غیر خودیه. این از بعد سیاسی جمهوری اسلامی. اما مسئله خودی و غیر خودی یکی از در حقیقت مسائل مهمیه که میبایست روش بحث بشه. در فرهنگ ماست، در این دوالیته، در حقیقت فلسفه دوسویه یا ثنوی ماست، در اون ذات قبیله‌ای ماست که اون هم بازی بحث فرهنگی است. اما دوست داشتم امروز در رابطه با دو مقوله قدرت و گفتمان خصمانه صحبت بکنیم. امید جان، توی روانشناسی بالینی ما مجبوریم بشکافیم هرچقدر هم که تحقیق روش نشده باشه، ولی ما خودمون میدونیم که به هر حال خانواده و اجتماع در یک ارتباط متقابل هستن و این افراد هستن که به هر حال اجتماع رو به وجود میارن. این خشم فروبلعیده، این در حقیقت resentment به زبان انگلیسی، یعنی وقتی که من از تو آزار میبینم، وقتی از تو در حقیقت یک زخمی بر دلم میشینه، بر جانم میشینه، وقتی تو من احساس ناتوانی میدی، وقتی تو من احساس حقارت میدی، وقتی تو چیزی رو از دست من میگیری، وقتی یا چیزی داری که من ندارم، که من به تو حسادت میکنم، به هر حال تو موجودی میشی که در حقیقت من با تو باید مبارزه بکنم، باید با چالش بکنم، باید از میان ببرمت. این حالت یک حالت خصمانه هستش که من احساس میکنم در فرهنگ اپوزیسیون، در فرهنگ سیاسی ما هست، به ویژه در ارتباط. من خودم اینجا اعلان میکنم، من خودم یه جمهوری خواه هستم، یه دگراندیش طرفدار سوسیال دموکراسی هستم، اما نگاه خصمانه اپوزیسیون رو نسبت به رضا پهلوی نمیفهمم، واقعا نمیفهمم. و ارتباط رضا پهلوی رو با حکومت گذشته البته از بعد تاریخی و نمیتونم میراثی اونها میفهمم، ولی این فرد رو که خودش رو داره از اون داستان جدا میکنه و به عنوان یک منفرد آزادی خواه در رابطه با میهنش فرزند داره گام بر میداره، من این تنفر رو نمیفهمم که برای اولین بار این به ذهنم زمانی رسید که برادرشون در حقیقت علیرضا پهلوی اون مواجه با اون فاجعه شد و در فیسبوک نوشته شده بود، یکی از این دوستان چپ سنتی ما نوشته شده بود که یک در حقیقت
موجود دوست ندارم حتی اون واژه رو تکرار کنم از میان ما رفت با بی‌احترامی. من نمیتونستم بفهمم که این نفرت و این خصومت تاریخی از کجا میاد، جز اینکه این رزنتمنت، این در حقیقت نگرش، این کینه و این انتقام جویی نه نسبت به ایشون، تو روانشناسی خودت میدونین، نه نسبت به ایشون، نسبت به پدیده پهلوی ها، حتی نه نسبت به سلطنت. کسی صحبت از قاجار نمیکنه که نه این بلا به سر ما اومد در دوران قاجار، کسی صحبت از حکومت های مستبدی استبداد گذشته نمیکنه، فقط این دوران پهلوی هستش که در حقیقت بانی و باعث تمام بدبختی های تاریخی ماست. این به نظر من یک نگاه سیوسپیده. خودت چی فکر میکنی؟ ممکنه خودت هم نظرت فرق میکنه با من، ولی بگو. البته نظرم خوب مشخصه. من برای آقای رضا پهلوی به عنوان یک فرد احترام قائلم، برای اون کارگری هم که توی کارخونه توی میدون شوش، میدون شوش که البته فکر نکنم یک کارخونه داشته باشیم، ولی به هر حال هر جایی توی ایران هم کار میکنه، به همون اندازه احترام قائل هستم و به نظر من هر دوشون یه اندازه حق دارن که آزادی بیان داشته باشن. موضوعی که من در این رابطه مشکل دارم باهاش، اطرافیان یا کسانی که منسوب هستن به ایشون هستن که از زبان تهدید و ناسزا و در واقع زبانی غیر از گفتمان معنی استفاده میکنن. ایشون چندین بار، من اتفاقا همین چند شب پیشم یه مصاحبه ازشون دیدم، چندین بار گفتن که این افراد غلط میکنن، هم در مصاحبه بحران اصلا این واژه استفاده کرد، غلط میکنن که خود رو به من منسوب میکنن. ولی به نظر من کافی نیست. به هر حال تلویزیون هایی وجود دارن، یک رسانه هایی وجود دارن، یک افرادی وجود دارن که خودشون رو رادیکال تر، یعنی مؤمن تر از پاپ میدونن. به نظر من اگر کسی بگه که من در واقع خواهان این خط مشی سیاسی هستم، باید به طور مشخص و قاطع راه خودش رو از کسانی که حتی دارن خرابش میکنن، در واقع تخریب میکنن با این نوع گفتمانی که در برخورد با مخالفان به کار میبرن، در واقع دارن تخریبش میکنن، باید روشن و سریع روشن بکنن آقا این شبکه، این آدم، این جریان، اینا مورد تایید من نیستم. خیلی راحت بدون رو در بست. به هر حال من در این مورد این بحث رو میخواستم مطرح بکنم که این بحث خودی و ناخودی در واقع غیر خودی، که حالا ما اگه برگردیم عقب در واقع ریشه بسیاری از مذاهب، شاید من خیلی مطالعات زیادی در مورد مذاهب ندارم، ولی تا اونجایی که بررسی کردم به غیر از میترائیزم که معتقدم که یک کیشیست که شناختن اون خیلی کمک میکنه به در واقع نهاد ایرانی بودن ما، فارغ از خرافه هایی مثل آریایی بودن و همه این چیزایی که اصلا من بهش معتقد نیستم، ولی در واقع معتقدم که این کیش ایرانیه و کمک میکنه به اینکه بشناسیم که در واقع ما کی بودیم، چی بودیم، چیکاره در واقع میخواستیم بشیم. به غیر از اون در تمام کیش های دیگه که من نگاه کردم در این خاورمیانه، این بحث خودی و غیر خودی، کافر و مرتد، مسلمان و غیر مسلمان، هیچ کدومشون در واقع هیچ کدوم قبول ندارن، اونا میگن که اینا مسیحی و یهودی، همه اینا در واقع بحث خودی و غیر خودی است. در طبقه های بعدی روحانی و مردم عادی، زن و مرد، در زرتشتی، در دین زرتشتی که اساسا طبقاتی بوده، یکی از دلایلی که خیلی از ایرانی ها مقاومت نکردن در مورد هجوم اعراب، برای اینکه شایعه بود که اسلام دین برابریه، وقتی که اومد دیدن که اون از زرتشتی هم که بدتر، بله دیدن که امید جان صدای یک نظام طبقاتی در واقع ما قبل تاریخی را در واقع بشه. امید جان صدای ضبط تو باید بیاری پایین، چون به حقیقت اکو داره فکر میکنم. درست شد آقای شهریار خان؟ اکو داره صدا. صدای اکو داره. من سعی کنم کم نزدیکتر کنم. بله. ادامه بده. یا اجازه بدین که من... صدا. خب. این صدای کمی، صدای استودیوی کمی. درست شد. صدای شما رو کمتر کنم. که شاید کمتر. به هر حال الان صدای من خوبه؟ درست شد الان. آره. ادامه بده. بسیار. به حال این بحث خودی و غیر خودی در واقع این ناشی از این فرهنگ در واقع قدرت طلبی هم میشه دیگه. شما وقتی میخواین یک گروهی به قدرت برسه، در نتیجه این گروه سعی میکنه که دشمنهای فرضی یا واقعی برای خودش بسازه. من این مقاله نوشتم در مورد سخنرانی، فکر میکنم که
سال 89 خامنه ای بود که یه ویدیو هم اتفاقا درست کردم براش گذاشتم توی فیسبوک. خامنه ای در یک سخنرانی تقریبا 20 دقیقه‌ای بیش از 25 بار از واژه دشمن استفاده کرده بود. یعنی این در بحث روانشناسی بالینی در واقع یک شخصیت اسکیزوفرنی پارانوید هست، در واقع کسی که این همه دشمن، دشمن فرضی داره استفاده میکنه. آمیجا موازه باشه، میگم موازه باشه دفعه فتوا برات نده. نه کار موازی هم گذاشته. این در واقع آدمی هستش که دنبال دشمن سازی، یعنی گفتمان دشمن سازی رو داره رواج میده. یعنی در زمانی که احساس میکنه که جامعه در واقع خواستش، جامعه نسل جوان که یه چیز الان در بر اساس آمارهای رسمی 60% مردم ایران جوان هستن، زیر 40 سال هستن، خواستان تعامل هستن، خواستار باز کردن مرزهای روانی و فرهنگی هستن. شما میبینید که در جامعه ایران یک فرهنگ دوگانه وجود داره، یک پارادوکس وجود داره. در خانه فرزندان و نوجوانان و جوانان جور دیگه ای رفتار میکنن، ارزش ها و باورهای دیگه ای دارن. در جامعه مجبورن، ناچارن حجاب داشته باشن، آستین کوتاه مثلا نپوشن، شلوار نپوشن، یه نرم هایی رو مجبورن رعایت کنن، نکنن سر کارشون با پلیس. که اغلب شما میبینید در 33 سال تمام در واقع چیزهای جمهوری اسلامی برباد رفته. خود قرائتی چند وقت پیش یک موضوعی رو مطرح کرد، گفتش که در 33 سال گذشته فرهنگسازی اسلامی ما به شکست انجام میده. وقتی خود قرائتی اینا داره میگه دیگه ببینید که وضعیت چجوریه. به هر حال ولی این پارادوکس وجود داره. در نتیجه چون این پارادوکس وجود داره، نسل جوان خواهان در واقع تعامل، خواستار سازگاری، خواستار این هستش که با جامعه‌ای که در حال جامعه جهانی که در حال توسعه است و جمهوری اسلامی که داره سعی می‌کنه اینا رو به عقب برگردونه. الان همین امروز خبری بود که کراوات مثلا ممنوع شده تو ایران. خب شما ببینید که دیگه جمهوری اسلامی داره در ریز ترین جزئیات زندگی خصوصی مردم. میخوان بگن امید جان که حالا فکر نکنید که من موافقت فشار رو بر روی زنها میگذاریم. برابری حقوقه. آخه وقتی ما صحبت از برابری حقوق میکنیم، این هم یک مسئله است. تنها برابری حقوق زن و مرد اینجا مطرح نیست. باید ببینیم برابری حقوق زن در برابر چه قانونی. خب اگر که قانون سنگسار باشه، بگیم خب برابری حقوق، هم زن رو باید سنگسار بکنن هم مرد رو سنگسار بکنن. اگر در رابطه با پوشش باشه، خب امروز میگن شما حجابتون رو یه مقدار تنگتر و پوشیده تر بکنید، شما کلواتتون رو بردارید، ریش بذارید، داستانتون رو بالا. این مسئله همین مسئلهیه. برابر حقوق در برابر چه قانونی؟ اینا میخوام بگم خیلی خب اگه ما به زنها داریم فشار میاریم، به مردها هم داریم فشار میاریم و تمام اینها در حقیقت ریاکشن ها و واکنش هایی هستش در ارتباط با این شکستی که در حقیقت روز به روز این حکومت احساس میکنه بیشتر و افزونتر، و اپوزیسیونی که روز به روز رو به افزایش میره. اپوزیسیون این رژیم که از درون خود این رژیم داره میاد بیرون و روز به روز رو به افزایش میره. من میخوام یه جمع‌بندی در ارتباط با بحثی که شروع کردم قبل از اینکه تو تشریف بیاری و بحثی که خودت ادامه دادی، یک جمع‌بندی بکنیم و این رو در یک برنامه دیگه واقعا باز بکنیم. چه تفاوتی، این الان توی ذهنم رسید، چه تفاوتی از نظر ذهنی بین اپوزیسیون نسل جوان ما، اندیشه های نسل جوان ما، مطالبات نسل جوان ما، جهان بینی نسل جوان ما که اشاره کردی بهش وجود داره، چه در زاویه قدرت، چه در زاویه زبان در حقیقت خصم و گفتمان خصمانه، چه در زاویه دموکراسی و حقوق بشر، با نسل دیروز چه تفاوتی وجود داره؟ این یک سوال. سوال دوم اینه که چه اتفاقی افتاده که این اپوزیسیون، اینا رو می‌خوایم تو برنامه‌های بعدی بحث بکنیم امید و با دوستانمون که قرار گذاشتیم در پنل، چه اتفاقی در این 33 سال در روند تحول ذهنی اپوزیسیون خارج از کشور به وقوع پیوسته؟ یعنی کسانی که گلمند بودند، اعتراض داشتند به فضای بسته، به خفقان حاکم، حالا رژیم گذشته یا جمهوری اسلامی، در آنهایی که آمدن بیرون و زیر حکومت سرنیزه نبودند، زیر حکومت فشار و نیروهای فشار نبودند، شکنجه و اعدام و نمیتونم در حقیقت این تنگناها نبودند و در خارج آمدند و در حقیقت میدان مناسبات دموکراتیک و مدرن قرار گرفتند
و با انبار اطلاعات روبرو شدن در عرض این 20 سال گذشته چه تحولات ذهنی در حقیقت پروسه دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان، تکثرگرایی، تحمل همدیگه و تحمل دیگر اندیش کردن. این خیلی بحث مهمی هستش که در روند عملی ببینیم. یعنی ما یکی از ویژگی های فرهنگ استبداد زده این هستش که روشن فکرانش خیلی سریع داده های در حقیقت آماده رو به قول خوراک پخته رو بر میدارن، الگو برداری میکنن و اون رسپی رو میدن. خودشون فکر نمی کنن که این چه شکلی درست شده. یعنی میانبر زدن، هر چیزی رو به سرعت به دست آوردن و احساس خود کفایی کردن. وقتی شما یه چیزی رو اونجا به دست میارید و صحبت میکنید و چهچه و بهبهان به شما میگن و شما رو هم در پایگاه روشنفکری و منتقد و نمیدونم رهبر سیاسی قرار میدن، میگی به چه آسون به دست اومد، احتیاج نیست خودم فکر کنم و اندیشه بکنم و نمیدونم به خودم در حقیقت دشواری بدم. این هستش که واقعا چه اتفاقی افتاده در خودش. این توهم خودکفایی و خودبزرگبینی و تمام اینها آیا از بین رفته؟ این مطرح هستش. و اینکه چرا واقعا ما نمیتونیم پل بزنیم. این بحث شاهزاده رضا پهلوی رو که من مطرح کردم، منظورم شخص شاهزاده رضا پهلوی نیست، منظورم این هستش که کانسپت های چندگانه ای که ما نسبت به مسائل سیاسی داریم، نسبت به اهداف و جهانبینی خودمون و مطالبات خودمون داریم. اگر در حقیقت مخالف استبداد هستیم و ویژگی های استبداد هستیم و با استبداد در حقیقت سر ستیز داریم، چه تفاوتی بین استبداد فرزن جمهوری اسلامی، البته تفاوت بسیار هست ولی منظورم از کانسپت استبداد هست، چه تفاوتی بین جمهوری اسلامی هست یا فرزن مشروطه پادشاهی که ما تن میدیم به جمهوری اسلامی با یک نوع خودآزاری، تن میدیم به حکومت جنایت و خیانت، ولی به محض اینکه اسم فرزن شاهزاده رضا پهلوی رو میشنویم که وارد صحنه شده تنمون میلرزه و با تمام نیرو ترجیح میدیم که این حکومت باقی بمانه تا اینکه فرزن مبادا رضا پهلوی بتونه فراهمساز و هموارساز فرزن بازگشت مشروطه پادشاهی بشه. اینها مسائلی هستش که باید بیش بیاندیشیم تا چه حد اطمینان به نفس داریم، تا چه حد نسبت به خواسته هامون، مطالباتمون در حقیقت ثبات داریم و اعتماد جمعی داریم. چرا میترسیم؟ چرا ما از ورود رضا پهلوی میترسیم؟ رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی که سهمی در قدرت گذشته نداشته، ایشون هم ادعایی نمیکنه که من برای رژیم پادشاهی مبارزه میکنم. زمانی هم که ادعا کرد باش مبارزه کنیم، کسانی که جمهوری خواه هستن مبارزه بکنیم، ولی از همین الان موجی از اصلاح طلبا که در حقیقت جزء چپهای سنتی دیروز بودن و هنوز هم اون اتحاد مقدس رو به طور پنهانی با رژیم اسلامی حفظ کردن، حمله به در حقیقت حمله خصمانه، گفتمان خصمانه. حالا مجاهدش حتی چرا مجاهد نباید بیاد در عرصه این گفتمان و همگرایی ما؟ چرا نباید بیاد؟ حتی طرفدار دینش، اون نوع اندیش دینی هم میتونه بیاد، اگر که بیاد بگه من به این نتیجه رسیدم قلباً ماهیتاً که دین باید از حکومت جدا بشه، میام به شما میپیوندم و برای سکولاریزم و یک جمهوری سکولار مردم سالار به شما میام. چرا نباید باشه؟ این سیاست حذف رو من منظورم این بود. خشم و خصومت یک طرف سکه است. وقتی تو من آزار میرسونی، وقتی ازت میترسم، زیر بنای این که من میخوام تو نباشی میترسم، وقتی آزار دادم یا فانتزی اینو دارم که قدرت تو بیشتر از منه، میخوام حذفت بکنم. اینا رو میخواستم در موردش بحث بکنیم. تو یه جنبندی ببند و بسیاری از این سوالا رو هم میتونی نخ بزنی، جواب بدی کوتاه و بعد برمیگردیم توی پنل‌های بعدی بازش میکنیم جریانات رو. بله، من حالا سعی میکنم که خلاصه جواب بدم اون چیزایی که فکر میکنم به نظر من درسته. ببینید، در مورد این بحث در واقع خودی و غیر خودی، چیزایی که توی جامعه وجود داره، گروه های اجتماعی که توی جامعه وجود داره، این گروه ها آسیب پذیر هستن. قدیما بهشون میگفتن فلان، حالا میگن بسیجی حزب الله. اینا در مورد رژیم گذشته هم همینجور بود، در مورد رژیم فعلی هم همینجوره. امیدوارم که دیگه تمام بشه، نداشته باشیم از این گروه ها. ولی به هر حال گروه هایی هستن که گروه های آسیب پذیر هستن از نظر
تکانش های روانی، یعنی اینا نمیتونن خودشون رو مهار بکنن به دلیل کمپلکس هایی که وجود داره. مثلا فرض کنیم که نسبت به طبقه متوسط کمپلکس داره، طبقه متوسط ممکنه که نسبت به طبقه بالادست کمپلکس داشته باشه و این در واقع این تکانه ها رو نتونسته در ذهن خودش حلاجی بکنه، در شیوه های سیاسی خودش نشون میده، حمله به زنان مثلا بدحجاب، دیدگاه بسیجی ها. از اون طرف حمله مثلا به مطبوعات، حالا چیزهای مختلفی وجود داره، یا در رژیم شاه هم وجود داشت، در رژیم شاه هم ساواک و طرفداران پادشاهی در حمله میکردن به مخالفا، در رژیم شاهنشاهی هم بحث خودی و غیر خودی به شدت مطرح. شما میبینید حزب رستاخیز تشکیل شد، به شوخی البته بهش میگفتن حزب پی به پی، یعنی یا پاسپورت بگیر برو یا پارتی داشته باش عضو حزب نشو، یا برو پپسی کولا بخور توی زندان. البته منظورشون از پپسی کولا یعنی شکنجه. بله به شوخی بود البته این. ولی این بحث وجود داشت در مورد در واقع رژیم های دیکتاتوری به شیوه ها و تناسب‌های مختلف، این بحث خودی و غیر خودی، بحث کالکتیو نارسیسیسم، در واقع بحث فراخود قوی و عدم درک واقعیت‌های عینی و شیوه سلطه‌پذیری برای اینکه بتونن به زور در واقع یک گروه اقلیت کوچک برای یک اکثریت در واقع حکم فرما بشن. اما اتفاقی که در جمهوری اسلامی افتاد، اقلیت روحانیت در سر خلأ قدرت تونست رهبری انقلاب را به عهده بگیره و اون بلای سر ما اومد که اومد. حالا اتفاقا همین اتفاق نباید بگذاریم که تکرار بشه. این بحث‌ها و گفتمان‌هایی که مطرح میشه در مورد برخورد با جریان‌های سیاسی خیلی کمک می‌کنه. منتها بحثی که من اون دفعه هم مطرح کردم این هست که این بحث‌ها در قالب حزب‌های سیاسی مطرح نمیشه. یکی از انتقاداتی که به آقای رضا پهلوی مطرح هست اینه که اولا برنامه‌های عملیشون نداره، ثانیاً حزب نداره. این اعتقاد به بنی صدر هم من یادم که در سال 59 بهش گفتن که آقا تو چرا حزب درست نمی‌کنی؟ گفتش که برای اینکه ما حزب زیاد داریم. میگه من بچه برم حزب درست کنم. خب وقتی حزب نداشت، یعنی فرهنگ تحزب نداشته باشیم و حزب نداشته باشیم، همین اتفاق میفته. یعنی مبارزه حزبی و سیاسی سازماندهی نمیشه. الان اصلاح طلبان بحثی که مطرح میکنن دائما در حرفای اصلاح طلبان میگه تشکل‌های مخفی در داخل کشور نمیخوایم داشته باشیم. برای چی؟ برای اینکه ضربه پذیر میشه و مشکل داره. چرا نباید داشته باشیم؟ بتونم وقتی شما در مقابل یک دشمن تا دندان مسلح هستید که باید مقاومت بکنید، مقاومت سازماندهی بکنید، فرصت رو خوب استفاده بکنید، چرا تشکل‌های مخفی در داخل کشور نباید داشته باشیم؟ اینا بحثای حالا به حال بحث سیاسی است، ولی این چیزی که از نظر مهم هست اینه که این بحث‌های در واقع فرهنگ در واقع سلطه پذیری، فرهنگ در واقع قبولوندن سلطه، هژمونی قدرت، بحثیه که دو بُعد داره. یه بُعدش رژیم شاهنشاهی و رژیم جمهوری اسلامی یا هر رژیم دیگه ای از رژیم کره شمالی یا رژیم فردی، حکومت فردی که شرق، رژیم های سلطه پذیر هستن. بحث دیگه ای که مطرح هست در مورد اپوزیسیون، این اپوزیسیون تا چقدر کپی کرده، کپی پیست کرده همون فرهنگ سلطه پذیری رژیمی که داره باش مبارزه میکنه. شما میبینید که یک بار این اتفاق افتاد در نیکاراگوئه، ساندینیستا پیروز شدن، انتخابات برگزار کردن، شکست خوردن، رفتن کنار. آره چپ هم بودن، نیروی چریکی بودن، با زور اسلحه اومده بودن، قیام مسلحانه کرده بودن، رژیم رو سرنگون کرده بودن، انتخابات برگزار کردن، راستا پیروز شدن، اینا رفتن کنار. دوباره ساندینیستا حالا دوباره به قدرت رسیدن بعد از چندین سال. در بلوک شرق، در بعضی از کشورهای بلوک شرق این اتفاق افتاد. نیروی اپوزیسیون کپی پیست نکردن فرهنگ هژمونی حزبی که به عنوان حزب کمونیست شناخته میشد یا حالا هر اسمی که داشت. در واقع نیروهای دموکراتیک شرکت کردن، در مورد جنبش همبستگی وجود داشت، در مورد بعضی دیگه کشورهای یوگسلاوی سابق وجود داشت، در بعضی کشورهای دیگه مثل صربستان و بوسنی هرزگوین و اینا وجود نداشت، منجر به جنگ داخلی شد. در مورد کرواسی مثلا وجود داشت، در مورد بعضی از کشورها وجود نداشت. میبینیم که الان، من چند وقت پیش در کرواسی بودم، میگفتن که الان ما نوستالژی سوسیالیسم داریم، یعنی مردم فکر میکنن که در حکومت سوسیالیستی زندگی بهتری داشتن. آزادی به هم نداشتن ولی زندگی بهتری داشتن. خیلی ها من هم شنیدم. درست میگی، خیلی ها الان این صحبت رو میکنن، همون نوستالژی رو دارن. این در واقع حالا بحث اقتصادی هست، بحث دیگه هم هست، بحث مثلا فرض کن فرهنگ مصرفی هست که اونها اصلا سازگار نیستن باشه، چیزهای مختلفی هست که مطرح هست. ولی این نکته که از نظر من مهم هست اینه که اپوزیسیون شکل، به قول مارکس، شکل مسخره
در واقع حکومت نباشه، کاریکاتور عکس برگردون. بله امید جان، خیلی ممنون از محبتت. دو دقیقه امیدوارم که بعدا این ادامه بدیم. نه حتما باید ادامه بدیم. ببین این خودشیفتگی جمعی که به هر حال ویژگی های خودش رو داره، به قولی سمتومالجی خودش رو داره، این حقیقت در مشتی و انحصارگرایی در حقیقت ذهنی که آنچه من میگویم و بارها ما اینو گفتیم حق هست و آنچه تو میگویی باطل و یا نگاه حق بر باطل و اینکه ما باید به یک رشد آگاهی برسیم که بدانیم جامعه مجموعه است، آمیزه است از تضادهای فاحش و گسستهای فاحش. کسانی هستند در این جامعه، من پاسخ یکی از دوستان اصلاح طلب رو میدم که وقتی صحبت ما در حقیقت بر اعتراض یا مخالفت بر اصلاح طلبان حکومتی بود، در پاسخ مغلطه میکنن ایشون، پولمیک سیاسی میزنن. چیکار کنیم؟ اصلاح طلبا رو پس بندازیم به دریا؟ من امروز میگم نه، ما قرار نیست اصلاح طلبا رو بندازیم به دریا. نظر من اینه، نه مجاهدا رو بندازیم به دریا، نه اصلاح طلبا رو، نه مشروطه خواها رو، نه چپ ها رو. همه ما مردم اون کشور هستیم، قرار هستش که دارای اندیشه ها و گرایش های مختلفی باشیم و در این بدبستان در حقیقت متکثر هستش که رشد میکنیم. اگر اشتباه هم فکر میکنیم، اگر جهان بینیمون هم بن‌بست است، باز هم در این بدبستان دموکراتیک و در حقیقت چالش های نظری و در حقیقت گفتمانی هستش که میتونیم به یک پیوند مشترک، به یک در حقیقت چشمانداز سالم تری برسیم. و من فکر میکنم هر چقدر در این زمینه بحث بکنیم، آغاز برنامه رو شروع کردم با این آرم این برنامه، دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان، آرم برنامه هستش. آقای زیان میگن که من مسلمان هستم، مسیحی هستم، زرتشتی هستم، به حال ادیان مختلف رو و رنگ‌ها نژاد گفتم، بسیار زیباست. این چیزی هستش که تمام انسان‌ها میخوان، این پیوند روحی و عاطفی مشترک بین تمام انسان‌ها بدون مرزبندی، بدون مرزهای جغرافیایی، فرهنگی، عقیدتی، مذهبی. و انشالله که ما بتونیم در جامعه خودمون، در داخل و خارج، این مرزها رو بشکنیم و از گفتمان و از تئوری و نظری پردازی بیاد بیرون و در میدان عمل به اون رشد و بلوغ عاطفی و عقلانی برسیم که بدانیم چه چیزی میتونه راهگشا و هموارساز مطالباتمون باشه، آزادی باشه و انسانیت. از شرکت در این برنامه بسیار سپاسگزارم امید جان. خیلی ممنون. در برنامه های آتی یک شنبه انشالله بتونیم پنل داشته باشیم. از شما دوستان عزیز که تا این لحظه با ما بودید بسیار سپاسگزارم. تا برنامه بعدی شما دوستان عزیز رو به خداوند بزرگ می سپارم. مرسی. Christian. I am Muslim. I'm Jewish. I'm Baha'i. I'm Buddhist. I'm Zarathustra. I'm black. I'm yellow. I'm red. I'm white. We are an act.